سلام میکنم خدمت همه مخاطبان و دنبال کننده های عزیز فوتبال 360. امروز هم برنامه چهارم رو داریم، حتما میهمان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنیم. میدونی چند دقیقه پیش بازی های گروه بی هم تموم شد. اینم باز دوباره تکرار میکنم که به صورت لایو میتونید از لایو اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب برنامه رو ببینید. اگر موفق نشدید لایو رو ببینید، ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید یعنی برنامه رو از روی سایت 360 فوتبال 360 یا اپلیکیشنش مشاهده کنید. همونطور که گفتم بازی های گروه بی دقایقی پیش تموم شد، تکلیف گروه بی هم مشخص شد. استرالیا به عنوان تیم اول، ازبکستان به عنوان تیم دوم و سوریه به عنوان تیم سوم، که سوریه برای اولین بار در تاریخش از گروه صعود کرد مثل تاجیکستان. و خدمت شما عرض کنم که حالا فکر میکنم که بله جدول رو آماده داریم. خب اون جایی که برای ما مهمه، اگر ما امروز به احتمال قوی تیم اول گروه سی بشیم، مطمئنا دیگه به سوریه خوردیم. مشخص شده که تیم سوم گروه کیه؟ سوریه است. هیچ بازی آسون نیست، ولی باز قرعه نسبتا مناسبیه. ولی میگم در صورت اتفاقا من خودم به از زمانی که بازی میکردم از تیمای متوسط بیشتر باید ترسید تو این مراحل. از اون ور برای مرحله یک چهارم ما با برنده تیم اول ای و تیم دوم دی بازی میکنیم. نکته جالبش اینه که احتمال قریب به یقین تیم دوم گروه دی برخلاف تصور همه ما ژاپن میشه و تیم اول گروه ای بین کره و اردنه. حالا با توجه به اینکه کره با مالزی بازی داره، احتمال اول شدنش زیاده و یه فینال زودرس ما اونجا داریم. یعنی کره و ژاپن اگر به هم بخورن واقعا یه فینال زودرسه و بازی سختی برای ما میشه، بسیار بازی سختی میشه. حداقل من خودم تصور میکردم با کره تو یک چهارم برخورد کنیم مثل خیلی از سال قبل، ولی اگر به ژاپن بخوریم خب چیزیه که قابل پیش بینی نبود و همه ما فکر میکردیم که اگر ما به فینال بریم اونجا ژاپن رو ملاقات میکنیم، که البته تیمی که میخواد قهرمان شه، حالا این جمله کلیشه‌ایه ولی بعد همه رو ببره. در صورت چیزی که برای ما مهمه اینه بازی کره و ژاپن هم بسیار بازی دیدنی میشه. البته احتمال هم داره که اردن اول بشه، اردن با ژاپن بازی کنه، که من بازی اردن رو دیدم، تیم بسیار خوبی داره، از اون تیمایی که پر از انگیزه است. منو یاد سالایی میندازه که خودمون یهو یک اتفاقات مثل 96، مثل 96 امارات که ما یک تیم فوق العاده داشتیم و یهو چند تا ستاره کنار هم قرار گرفتن، یه تیم گردن کلفت شدیم. اردن هم من دارم تصورم اینه که این شکلی. این ور جدولم که خب همونطور که میبینید استرالیا و تاجیکستان و عراق مشخص شده صعودشون و عربستان هم احتمال بسیار زیاد تیم اول گروه F میشه و خب فعلا ما با این ور جدول کاری نداریم تا فینال. به نظر من این ور جدول که ما هستیم یه ذره قوی تره به نوعی. مهمون ما توی ترافیک گیر کرده، تهران داره بارون میاد، از دیشب بارون گرفته و بارون شدیدی هم داره میاد. خیابونا متاسفانه خیلی ترافیک سنگینه و ما هم مثل شما همچنان منتظریم تا میهمان عزیز ما برسه و صحبتمون رو باهاش شروع کنیم. امیدوارم این برنامه خوبی بشه. باز من این مژده رو میدم، قرارمون نبوده که دوباره بگم، ولی از برنامه بعدی به امید خدا بعد از صعود تیم ایران عادل فردوسی پور هم کنارمون هست، با هم دیگه برنامه رو جلو میبریم و باعث خوشحالی منه. و خدمت شما عرض کنم که خب بله ما یه آیتمی میبینیم برمیگردیم تا فکر میکنم تا اون موقع مهمان عزیزمون رسیده، بریم برگردیم. این تأخیر ما رو ببخشید، میگم برمیگرده به این ترافیک امروز تهران به خاطر بارندگی. مهمونمون که رسید خیس شده بود این کاپشنش و اینا، من خواهش کردم خشکش نکنن که حرفمون ثابت بشه. خب یکم سخت معرفی کردن مهمونایی که ما اینجا میاریم، ولی من میخوام اینطوری بگم که یکی از خاص‌ترین فوتبالیست‌های دو دهه اخیر که با تکنیک آبادانی برزیلی در دل هوادارهای فوتبال جا باز کرد، با اینکه به فوتبالیست استقلال و پرسپولیس هیچ وقت نبود، ولی سالهای زیادی بازیکن تیم ملی بود و کاپیتان اول ما در جام جهانی 2018. یه تصاویری ببینیم بعد دوباره مهمون رو معرفی میکنیم. Thank you.
طرزی عالی، موقعیت برای شجاعی یک ثابت میدانی توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران، شجاعی عالی میزنه ضربش رو، موسیقی سال میکنه دروازه، فرصت برای توی ایران و توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران، شجاعی گل میزنه، تیم ایران به گل میرسه، اونم در سئول، یک پرس ایران جلو میفته، زده حمله برای تیم ایران، فرصت هست برای بازشان دروازه تیم کره جنوبی، این ضربه دیدنی توی دروازه، توی دروازه، شجاعی در یک زده حمله فوق‌العاده دروازه کنه رو باز میکنه، یه اشتباه دروازه باز، فرصت برای ایران به تیر دروازه، حالا ضربه و توی دروازه، گله، گل قشنگی میزنه مسعود شجاعی، بلند به روی دروازه، یه فرصت برای شجاعی و توی دروازه، گل برای ایران، گل به نام ایران و برای مسعود شجاعی. به به، بسیار خوب، کاپیتان اول تیم ما در جام جهانی 2018 آقای مسعود شجاعی عزیز، خیلی خوش اومدید. مرسی. سلام عرض می‌کنم پژمان خان خدمت شما، همه بینندگان برنامه‌تون، عرض ادب دارم و یه عذرخواهی بزرگ بابت تاخیر که داشتم، ببخشید. نه، من قبل از اینکه شما تشریف بیارین گفتم به خاطر بارندگی، معمولا این بارونای اولی هم که یه ذره شدیده متاسفانه ترافیک ایجاد میشه، ان شاءالله که مسئولین رسیدگی کنن. چون برنامه برای فوتبال 360 هست و یه مصاحبه من از آقای دژاگر دیدم راجب شما حرف زد، چقدرم شیرین و بامزه و تو دلبرو بود آقای دژاگر. میگفتش که تو اولین سفری که داشته میومده ایران شما هم تو اون پرواز بودین، حالا ایشون که حتما شما رو میشناخته چون داشته میومده، شما نمیدونم میشناخته یا نه، ولی خلاصه به رو هم دیگه نیوردین تا ایران ما هم سلام علیکم کردیم. والا حقیقتش فکر میکنم من یه ذره ایرادی که دارم خودم اینو اعتراف میکنم، تو تشخیص چهره خیلی خرابه. آره منم اینطوری، و مثلا خب آدمایی که کمتر دیدم و یه ذره سخته برام. من میدونستم قیافه‌شون آشناست و ولی اصلا باور کنید یاد از کجا براتون آشنا بود؟ اصلا فوتبال آلمان رو دیده بودین یا قبلا اومده بوده ایران مثلا دیده باشین؟ نه، من یه داستانی قبلا داشتم، حالا عادل خان قبلا بهش پرداخته بود. آها. تمرین کرده بودیم کنارم دو روز. آها. بعد یادم میاد، خب خیلی سال گذشته بود دیگه. بعد ولی خب معمولا هم کلا آدم کم حرفی هم خیلی، اینکه مثلا برم جلو، ولی هی اومدیم بعد که رسیدیم توی فرودگاه تازه فهمیدم که مثلا خب آقای اشکان دژاگر واقعا نشناخته بودی. نه باور کن، ولی ایشون اونجوری که میگفت شناخته بوده، ولی خب ماشاءالله آقای اشکان خیلی باهوشه. خیلی باهوشه، خیلی یعنی این چیزا رو من میدونم چون باهاش زندگی کردم، با هم بودیم چندین سال، تو این چیزا خیلی ماشاءالله هوش بالایی داره. بعد تو فرودگاه که رسیدیم انقدرش یه روم نشد، گفتم این همه را سلام علیک نکردیم، حالا یه دفعه ادامه ما ریال فردا هم دیگه رو می‌بینیم دیگه. داشت میومد اردو تیم ملی. بله بله، یعنی دیگه تصمیم گرفته بود که بیاد ایران بازی کنه. بله بله، بسیار هم عالی. شما دوریتون از فوتبال یه نیم فصل فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یه بارم یه جایی با هم حرف زدیم راجبش، بعد فکر کنم یه الگوبرداری از آقای دایی کردین و بلافاصله برگشتین مربیگری کردی، خیلی اهل استراحت نیستین. چی شد که قبول کردیم بلافاصله بیان؟ خسته نبودی؟ شما خیلی ساله دارین بازی میکنی. تقریبا آره، فهم کنم حدود 22 سال میشه. خب این فهم کنم یک چالش جدیده، یه به قول معروف چالش جدیده، خیلی هم یه جورای ناخواسته بود. من اصلا توی سفر بودم، ایران نبودم، بعد صحبتهای شده بود، تصمیم نداشتم. من تصمیمی که برای آیندم داشتم میرفتم، خب یه سری، حالا چون با باشگاه اوساسونا یه سری از عواملش خود باشگاه نه، بچه‌ای که قدیم هم بازی بودیم الان تو تیم‌های پایه هستن، قرار بود که من برم اونجا، از اونجا شروع کنم یه سری کورس رو اونجا بگذرونم و اینکه با هم بریم بشینیم بازی‌ها رو ببینیم، بریم مثلا بازی‌های مهم رو ببینیم، تحلیل کنیم. یه برنامه اینجوری داشتیم، گفتم یک سال یا اینجوری بگذرونم که بعد برگردم حالا ببینم تکلیف چی میشه. بعد اصلا ناخواسته شد این اتفاق افتاد و بعد چرا برم این کار بکنم، حاضره دیگه بچه. آره آره، حقیقتش و خیلی خوب، ولی من چون یه تجربه خوب توی تراکتور داشتم که خیلی خیلی فکر میکنم بهم کمک کرد، و الان که شروع کردم میبینم که چقدر اون 10 تا بازی برام خوب بود. حالا شاید اون موقع واقعا ناراضی بودم از اینکه
این سمت رو قبول کردم. مجبور شدی؟ مجبور بودم. آره دقیقا. و اون تیمایی مثل تراکتور چون هواداره خیلی دو آتیشهی داره و اینها، خب بالاخره من بازی کردم اونجا میدونم چقدر جو فوق‌العاده‌ای داره، خیلی سخت گیرن روی اینکه یه بازیکنی رو دوست داشته باشن، مخصوصا که همشهری نباشه، همزبان نباشه. حق هم دارن و من خیلی موقع بهشون حق میدم. یعنی اینقدر استعداد تو این شهرها مثل چه میدونم تبریز و اینها هست که به نظرم اگر کار پایه‌ای بکنن میتونن تراکتور سالهای سال با بازیکنهای بومی جلو ببرن. ولی شما رو خیلی دوست دارن، یعنی جز فکر میکنم معدود بازیکنهای غیر ترک زبان آذری زبان هستین که شما رو خیلی دوست دارن، نه اینکه بقیه نبودن، ولی شما جز هایلایت هاشو پررنگ باشین. لطف دارن هم شما هم مردم تبریز. واقعا اینو از ته دلم میگم، این دوست داشتن دو طرفه است. من چون همون جوری هم که فرمودید شما، هیچ وقت تو تیمای استقلال و پرسپولیس بازی نکردم. بله. و فکر میکنم این یه شانس بزرگی در من که توی تبریز بازی کردم و بازیکن تراکتور بودم، یه افتخار بزرگ برای من بود با این همه هوادار پرشوری که داره، و شانس خوبی بود برای خودم. یعنی بعد از اینکه من برگشتم ایران و یه تابو بود برام، دوست نداشتم هیچ وقت برگردم. بنا به شرایط من همیشه قبل از اون ازم میپرسیدم، گفتم شده مثلا خب شاید لیگای خیلی پایین‌تر بیرون از اینا، چون اون آرامش رو نمی‌خواستم به هم بخورم. اومدم و قسمت اینجوری شد که رفتم تراکتور و خیلی از این قضیه خوشحالم، از این انتخابم. خیلی کیفینه به نظرم. نه خیلی هوادارای اون، آره اون شور حمایت اصلا ما، یعنی حالت استراحتمون هم انگار که مثلا توی بازی هستیم. آره. انقدر که این هیجان بین مردم هست توی شهر. آره حالا تو حالا محل اقامتمون که توی هتل بودیم توی این دو سال و نیم، همیشه این شور هیجان بود. یعنی یه جوری ما عادی نشده بودیم. آره بفهمم. برای هر دفعه ما رو میدن دوباره سوال میکردن، تمرین حتی از تمرین ها که چطور پیش میره. و من فکر می‌کنم دوست داشتن دو طرفه بود و یه جوری دلی بود، به خاطر همین موندگار شد. یعنی هم از طرف من هم از طرف مردم. البته بمونم که حالا داره تراکتور سازی می‌کنیم و تیم خیلی خوبی هم امسال دارن، امیدوارم که پایان فصل هم براشون شیرین باشه. شما ولی یه جا به صورت رسمی اعلام نکردین خداحافظی کردین و ما حواسمون هست. یعنی هر روز می‌دین حال بازیکن. یه بار بهتون گفتم خیلی حوصله دارین. ماشاءالله بازی می‌کنه. آره به خدا. خیلی سال شما داریم بازی میکنیم پژمان. خب من فکر کنم آخریا هنوز من خب یک سال دیگه از قرار دادن با نساجی مونده بود تو سال همین امسال. خب بعد فصل کردیم، فکر میکنم میتونستم هنوز از نظر جسمی آمادگی بدنی یک سال دیگه بازی کنم حداقل. ولی همون چیزی هم که شما فرمودید روحی و روانی دیگه خسته شده. حالا اینکه داریم میگیم آمادگی، الان یاد جواد کاظمیان افتادم. هر وقت منو میبینه میگه من هنوز میتونم بازی کنم. 10 سالی میگه من هنوز میتونم بازی کنم. خلاصه که خیلی میده. آره ولی نه بگم که، یعنی احتمال داره این فصل دوم مثلا بازی کنی؟ نه اصلا مربی بازی کن؟ نه امکان نداره. نه یه تصمیمو گرفتم بازی هوادار رو پرسپولیس بود اگه شد. بله دقیقاً. پس اینجا اعلام شد دیگه. نریم بازی کنین ها دیگه گفتی؟ نه آقا من دیگه تصمیمم گرفتم. پس خدا پس آقای شما آره. خدافظی که فوتبال اگه بازی کرد داوره میتونم بیدونم شما بگه تو خدافظی کرد. من حالا میگم چون خواستم اینم عرض کنم که حالا بزرگانی که شما خودتون از بزرگای فوتبال بودید، پیش صفت من بودید، من اینو اختیار دارید. من اینو همیشه میگم چون آدرخان از من پرسید که خاطره مشترک، گفتم پژمان خانم از من خب پیش بزرگتر بودن و من یادم فقط جوانان که بازی میکردیم تنها خاطره دارم یه بار شما رو با ماشین فکر کنم اوپل داشتید اگه اوپل هم داشتم. اوپل آسترا بود، اوپل کورسا بود کورسا. آره. توی زمین اگر اشتباه نکنم سمت نعمت آباد ممکنه؟ همه جا ما بازی میکردیم دیگه. نه با تیم سایپا بودیم. ما جوانان بودیم، شما بزرگ سالان بودین. آها آره آره. من اصلا دو تا فوتبالیست رو خیلی پیگیری میکردم وقتی رفته بودم پرسپولیس، شما و آقای انصاری فر. آقای انصاری فر تقریبا همون مسیری که من تو فوتبال رفتم، از سایپا اومدم پرسپولیس و اینها. شما حالا دیگه اون مسیر رو نیومدین، ولی خیلی برام جالب بود که ببینم آینده شما چه میشه که دیگه اینقدر پررنگ شدین که نیازی به پیگیری نبود. همه جو صحبتتون بود. ولی عرضمو تموم کنم، ببخشید من معذرت میخوام. در مورد این بود که خب بزرگایی که رفتن و خداحافظی هم نکردن، تقدیری هم ازشون نشد، بازی خداحافظی هم نبود. بلد. و من واقعا وقتی به این فکر کردم که خب این عزیزان که رفتم و هیچ تقدیر و تشکر و هیچ بازی خداحافظی نبود، پس منم به طب تقریبا هیچ کس. یعنی تو حالا یه سری خیلی مثلا آقای پیوس رو من یادم یه خداحافظی کرد، آقای مهدوی که
خدافظ. در طول این سالهایی که من فوتبال یادمه، آقای باقری مثلا بازی برزی یه موقعی هم خود بازیکن ها میدن یه بازی مهمه نمیگفتن، سری بازی تماشو میدویدن چهار طرف رو من بگم بازی خدافظی مهمه. نه خب این به نظرم عزیزانی که نام بردید برای بغیر از تیم ملی برای باشگاهشون هم خب بازیکن بزرگی بودن، زحمت کشیدن. حداقل حالا من خب توی ایران فقط برای تراکتور که هواداری زیادش برگشتن بازی کردن، برای سایپا و صنعت نفت بله. و نساجی و هوادار و مقطعای کوتاه بود، ولی آقای مهدوی که آقای دایی آقای باقری سالیان سال همون خدافظی هم باشگاه ها فکر کنم برگزار کردن اگه اشتباه نکنم، آقای پیوس و مهدوی که یاره که مطمئنم فقط آقای باقری بازی ایران برزیل تو امارات فکر کنم شما هم تشریف داشتید. خب بله بودم آه. فقط این که خب به نظرم بازم درسته تیم خیلی خوبی بود ولی تدارکی که دیده بودم آره دیگه متاسفانه اصلا باب نیست تو فوتبال ما، یعنی بازی مثلا آقای باقری با اون کیفیت با به قول معروف اون شخصیت بالا توی امارات چرا بازی خدافظی کنیم؟ آره توی آزادی که میشه 100,000 نفر پرشو توی امارات فکر کنم مثلا 2,000-3,000 نفر اصلا بازی خدافظی باید جلوی طرفدارای خودش برگزار بشه، ولی با رفتن شما یه ذره بازیکن تکنیکی کم داریم، قبول داریم؟ بله. یعنی من مثلا زمانی که بچه بودم مثلا حالا آقای نامجو مطلق واقعا عجوبه بود، من نمیتونم بگم آقای نامجو مطلق آقای محمدخانی اینا اصلا بازیکن عجیب و غریبی بودن. آقای محمدخانی هیچ کس نمیتونست بگیره، آقای نامجو مطلق تیم ملی الجزایر رو دریبل میکرد وای میساد دوباره اینا بیان دوباره دریبل کنن، واقعا فوق العاده. یا آقای سید مهدی ابتهای خیلی ها بودن که دریبل زنای عجیبی بودن، ولی الان اصلا بازیکنی که دریبل زن باشه تو توپو بهش بدی خیالت راحت باشه تک به تک و برمی داره واقعا من نمیتونم اسم بیارم دو سه تا. من نظرم شخصی کارشناسی نیست ولی پژم خوام به نظرم از موقعی که فوتبال خاکی و گلکوچیک و اینا جمع شد بل. و خب یه دلیلش هم میتونه تغییر نسل و مدل فوتبال باشه دیگه، مدل فوتبال خیلی خوب حالا خیلی درست و ماشینی شده. شما تو عباد کوچیک فوتبالیست شدیم دقیقاً، یعنی اصلا شما تو هر کوچه شما مارمزونا تو هر محله 10 تا کاپی برگزار می‌شد و خیلی درست میگی ما تو عباد کوچیک بازیکن شدیم، تو عباد کوچیک ناچار بودی دریبل زدن بلد باشی دقیقاً. ولی الان همه تو مدارس فوتبال فوتبال یاد میگیرن، اصلا تمریک از تمرینای اصلی فکر می‌کنم همه تیما بازی تو ابعاد کوچیکه که اینو ناخودآگاه انجام میدیم تحت فشار آره. انجامش میدادیم و خب الان همین مدارس فوتبال و درست پایه‌ای کار میکنه ولی من فکر میکنم دیگه از اون ازش در نمیاد اون آره، اون کاری که ما میکردیم هر روز و هر ساعت بود، یعنی ما هر روز و هر ساعت داشتیم رو آسفالت دریب میزدیم همدیگر این حالا بخوان تو یه پروسه سه ماهه مثلا چند بار میخوان تمرین دریب زدن و خیلی درست گفتین، بسیار درست گفتین. یه جا هم گفته بودین که تو صنعت نفت میخواین از فوتبال خداحافظی کنین، خیلی شیرین میشد، خیلی دوست داشتم. شما آبادانین و صنعت نفت هم که تیمت دوست داشته، یعنی جزء معدود شهرهایی که ما با پرسپولیس که میرفتیم میدونستیم هیچ طرفداری نداریم، مثلا یه دونه یه آدم هم نمیاد طرفداری ما رو بکنه چون همه طرفدار تیم شهرشون بودن و برای ما هم به عنوان بازیکن پرسپولیس شیرین بود. یعنی من الان اینو میگم وقتی من میرفتم انزلی میرفتم آبادان کیف میکردم میدیدم مردم طرفدار تیم خودشونن، با اینکه ما خیلی برامون عجیب بود خیلی غریب میشدیم، مثلا تو انزلی 5 تا آدم میشست پشت نیمکت ما میگفتن پرسپولیس میرفتن قایم میشدن پشت نیمکت، ولی کیف میکردیم ما واقعا جذابه که تیما طرفدار دارن و اینا. آره یه بخشی آماده داریم ببینیم احتمالا راجب شماست، برمیگردیم.
چه حدس خوبی زده بودم، گفتم در مورد شماست. خیلی خوب، فکر کنم بحث شما راجع به من اشتباه هم حدس زده بودم، فکر کنم راجع به شما سایت تاثیر عادله، مثلا من بگم راجع به شما یه چیز دیگه سری بحث شو کنه. راجع به نفت آبادان می‌خواستین یه بحثتون می‌خواستم یه کجا، خب در مورد توضیحی که فرمایش شما توضیحی که دادید، می‌خواستم من فوتبالمو مدیون آبادان هستم، مدیون آبادان و مردم اون شهر، چون که دوران نوجوانی دوران خیلی حساسیه به نظرم که شخصیت آدم تو اون دوران شکل میگه و من شخصیتم تو اون برهه‌ای که باید شکل میگرفت توی آبادان بودم و فوتبالم از اونجا شروع کردم، همون خیابونای آبادان که حالا شاید خالی از لطف باشه که اینم بگم، همون گل کوچیکایی که گفتید بازی میکردیم، من یادم این کفش تر سبزا چینیا بود، اونا توی گرمای 50 درجه بودن آب میشد کفش و سوراخ میشد، ما مجبور میشدیم مثلا، خب دیگه حالا اوزامی جوری بود که اینا نیومده، نه بودش گرون بود یه ذره. آره بعد مجبور میشدیم، خب حالا اوزامی جوری که نمیشد هی بخرن، یه دو سه تا جوراب با هم میپوشیدیم که آسفالت پا رو نسوزونه، اگه آره اگه آبم شد آره دیگه که پا رو مثلا زخم نکن. و خب اولین سالی هم که تو لیگ برتر بازی کردم با آبادان شروع کردم و دوست داشتم اونجا تمام کنم که حالا متاسفانه نشد، ان شاءالله یه روزی بتونم حالا دینمو ادا کنم. ولی در صورت شما 100 درصد مال خطه آبادان اون فوتبال تکنیکین. آقای شجاعی فکر میکنم در طول تاریخ فوتبال ایران اگر نگم بهترین، حداقل جز سه تا بازیکنی بود که دریبل کشویی رو الان عادل بجتا میگه منم بودم، وای رو دریبل کشویی یه ادعایی داره باورت نمیشه، انگار اون مسعود شجاعیه. تو دریبل کشویی بی‌نظیر بوده، از سرخیو راموس و دریبل کشویی زدن تا حالا تو لالیگا و تو فوتبال خودمون رو خیلی دوست داشتی. نه یعنی من اکثر دریبلایی که از شما یادمه دریبل کشویی، یعنی یه موقعی هم بی‌دلیل دریبل کشویی می‌زد، یارو خورده بود زمین ولی یه کشویی گرفتنش. این تمرینی بود یا عادت از اول بود؟ نه فوتبال گل کوچیک عادت بود. آره حالا گفتی نه کتونی، اینو من بگم، من خیلی موقع با دمپایی بازی می‌کردم، یه وقت نبود دیگه برم خونه کفش بپوشم، باورتون نمیشه یه موقعی شوت میزدم شستم میگره فرو اسوالد پوست کنده، آره اون توپیه رو شسته که کامل کنده میشد صاف میشد. آره دقیقا. آره مثلا اینجا مصدوم شد یه بار، انقدر رفته بود تو ساولون اون موقع میزدن به زخ، ساولون که میریختیم این استرق اینجوری چیز میشد، اصلا اینجوری هم مدرسه فوتبال ماشینا جلوی در باشه ما سوار شد سینه خیز برمیگشتیم خونه. یه ذره بریم از جان کتک میگم گاهی وقتا با کتک بریم سر بازی تیم ملی. دو تا بازی قبلی رو دیدین؟ متاسفانه به خاطر شرط تمرینی نصف نیمه دیدم. آره بازی هنگ کنگ نیمه اول بازی هنگ کنگ رو دیدم و بازی اول هم یه دقایقش متاسفانه نتونستم. حالا بازی اول چون زود گل زدی، من فکر میکنم تو این بازی هایی که با تیمای ضعیف‌تر بازی میکنی، به قول ما فوتبالی این جمله بدی نیست، حمله بر بی‌ادبی نشه، یه موقعی میگن مثلا بازیکن چرکیه، مثلا به من بعضی موقعی اینو میگفت، از خودم شروع کنم، یعنی بازیکنی که زمانی که خودش هم خوب نیست نمیذاره بازیکن روبروش خوب بازی کنه. دقیقاً تیمایی هم اینجوریان. اگر ما اون گل دقایق اول نمیزدیم بازی گره میخورد 100 درصد. شانسی که آوردیم گل آقای انصاریفر خیلی خوش دقیقه‌ای بود، ولی جلوی هنگ کنگ یه پرسی اونا کردن از یه دقایقی از بالا که بر خود منم عجیب بود، که فکر میکنم حالا آقای قلعه‌نویی خودشون حتما راجبش حرف زدن و حتما آنالیز کردن، فکر نمیکردن تیم اون کنگ بیاد یه همچین جسارتی کنه، بیاد از منطقه سه بخواد پرس کنه و یه ذره انگار تیم ما چیزشو نداشت، یعنی پیشبینی نکرده بود، آمادگیشو نداشت، بازی گره خورده بود، یعنی نتونستیم بازی سازی کنیم، خیلی کم موقعیت ایجاد کردیم، حتی به اون کنگ موقعیت دادیم، ولی فکر میکنم تکرار نشه، یعنی این اتفاق تکرار نمیشه، ما حتما بازی بعدی رو بهتر بازی میکنیم. یه ذره بچه‌ها فهمیدن که نه یه ذره شل بگیره، الان تیمای درجه 2 و 3 و اینها، الان درجه 3 واقعا تو اینجام نداریم،
دیگه درجه یک داریم و دو. شما ببینید مثلا تاجیکستان الان صعود میکنه، قرقیزستان خیلی تیم خوبی بود، جلو عربستان 9 نفره 2-0 باخت، یه گلم دقایق آخر خورد تازه. برای همین من فکر میکنم که این اتفاقا یه تجربه خوب برای بچه‌ها شد. چون شما بازی‌ها رو ندیدین، من یه ذره زیادی گوش کردم. خواهش می‌کنم اختیار در مورد بازی اول پیش می‌خوام. من اینو یادم اومد الان گفتید، من بازی اول گفتم خب من احساس می‌کنم امروز دست کم بگیرم. بازی که شروع شد گفتم فکر کنم نیمه اول به مشکل بخوریم. بازی مساوی ده، یک دقیقه نگذشت و کریم گل زد. آره خیلی دقیقه خوب بعد گفتم گفتم یه ذره میذاشت بگذره. حداقل من چند نفرم از همکارا نشسته بودم بغلم، دوستان، گفتم حالا حرف ما رو هم شهید کرد. در مورد بازی دوم دقیقاً فرمایش شما صحیح، منم همچین حسی دارم که تیم آمادگیشو نداشت. البته آره. مربی هنگ کنگ مربی خوبیه. بله و ما اکثر شک نکنم آنالیز کرده توی ما رو، یعنی آشماز کرد توی و اکثر بچه‌هایی که الان توی این بازی بودن، من فکر می‌کنم هیچ یه چیزی اولش 60-70 درصدشون توی بازی قبلی که دور فکر می‌کنم قبل مقدماتی اگه اشتباه نکنم جام جهانی با هنگ کنگ بازی کرد. آره. توی هنگ کنگ و ایران بودن و خب خیلی بازی سختی نبود. یه همچین انتظاری داشتن و موقعی که ما پرس شدیم از طرف اونا یهو تیم رفت تو شوک. آره. و هی اشتباه رو اشتباه اشتباه رو اشتباه و این باعث شد که بقول بازی انان کارو از دست بدیم. آره. و حالا یه سوال میخوام بکنم، اینم بگم آقای قدوس تو این جام برامون خیلی مورد مهم میشده. حالا من نمیدونم چرا تو دورهای قبلی تو جیت به حالا جامهای قبلی آقای قدوس کمتر بازی میکرد، برام الان برام سوال شده. خب من اون موقع تو اردو نبودم، خیلی با فوتبالشون آشنا نبودم اونقدر، ولی الان که میبینم یه حسن خیلی بارز داره، هم تو دفاع خوبه، یعنی تکل میزنه میجنگه محکم بازی میکنه، هم پاسور خیلی خوبیه، یعنی تو حمله هم کاملا بازیکنیه که میتونه پاس گل بده، میتونه دریبل بزنه و این خب تو یه هافک میانی خیلی بهسته. میدونی که چه اتفاقی افتاده سمت جدول ما؟ یعنی ژاپن با این باختی که آورد خیلی ترسناک کرد جدول این برو، یعنی برای ما به خصوص، چون ما اگر ژاپن نمیباخت میرفت اونور تو اون جدول اول میشد و ما تا فینال به ژاپن نمیخوریم. الان بازی بعدی کره به ژاپن میخوره تو یک هشتم و ما اگه ببریم به برنده کره و ژاپن میخوریم. حالا میخوام بدونم اگر شما مربی بودین امروز جلوی امارات مثلا یه جوری بازی میکردین که دوم بشین اون جدول؟ میدونم که پژمان خان بحثش چند روز داغ بوده در مورد این قضیه. آخه ببین فوتبالی خب من نمیکردم فوتبال اصلا، هیچ وقت چون آدم اصلا من خودم ته دلمم، یعنی به عنوان حالا بازیکن یا مربی آقا برم ببازم نمیتونم. من میگم اگر این کارو بکنیم، من البته آدم وقتی به ایسی اعتقاد داره سرش میاد به. خیلی آدم ها خیلی کارو میکنه اعتقاد نداره، همینجوری هم جلو میرن، ولی من چون اعتقاد دارم که اگر یه کاری رو ناجوامردانه بکنی یا با سیاست ببری، آره یه جایی یقت رو میگه. آخه بعد پژمان خان یه مسئله هم هست، ما الان این دور رو نخوریم، دور بعد که میخوریم مثلا الان ما بگیم الان این اینو هست نشیم، بعد باز برای تیم ملی مهمه که ما از یک هشتم اون فشاری که روی مربی تیم ملی یا رو بازیکن‌ها میاد خودتون میدونید، اگر تو یک هشتم ببازیم 5 برابر دیگه چهارم. فکر نمی‌کنم که اگر ما تو این مرحله ژاپن رو ببریم باید یه مضاعف میریم، اگر ما بتونیم از یک چهارم رد شیم من به نظرم راحت میتونیم قرمش با روحیه‌ای که تیم میگیره با اعتماد به نفسی که میگیریم. دقیقاً این اتفاق با کروش هم افتاد دیگه، رسیدیم تو مرحله با ژاپن دور قبل بازی. اصلا من نمیدونم چرا اون دقیقه این بچه‌ها این کارو کردن. البته ژاپن تیم گردن کلفت، یعنی من اون بازی رو نیمکت بودم، یه چیز عجیب غریبی بود بازی، یعنی انگار که کل برنامه ما رو میدونستن. ما یادمه که یه سیستمی بازی میکردیم که قرار بود هافکای وسط بیان جای دفاع کنار توپ بگیرن که از اونجا بازی سازی رو شروع کنیم. اشکان دژاگر خب فکر کنم دیدید ماشاءالله بدن قوی، اصلا عجیب غریبه. اشکان من فکر کنم جزو بهترین بازیکن تاریخ حداقل یک دهه اخیر ایران، فنی و بدنی خیلی بدن قوی داره. بعد ما یادم آقا کروش همیشه به ما میگفت که ژاپونیا چون واقعا این تو فرهنگشون هست که زیاد ارتباط بدنی ندارن، بادی کانتکت ندارن. یعنی تو مثلا بعد از سالها چون من دوست ژاپنی داشتم، همدیگه رو می‌بینن خانواده، خواهر برادر، بغل نمی‌کنم دیگه، از دور یه سلام علیک با هم می‌کنم. میگفت اینا بدشون میاد از بادی کانتکت، یعنی محکم باهاشون بازی کنید عقب نشین.
یه جوری توپو از ما میگفتن، ما ما رو کتک میزدن. ولی اینجوری بودن تو دهه‌های قبل. یعنی من همیشه وقتی بچه بودم دوستشم با ژاپن و کره تیم ملیمون بازی کنه، تا با عربستان متوجه، تا با کویت زمان بدرهاجی و شاید شما کمتر یادتون باشه. و ژاپن و کره رو ما خیلی راحت تر جلوشون بازی میکردیم. همون هیروشیمایی که ما خیلی بد بودیم ژاپن رو 2-1 بردیم. یعنی میخوام بگم که درست میگه آقای کیروش، ولی الان دیگه اصلا اونجوری نیست. چون اون دفاع وسط بایر مونیخ کره ایه، یعنی دیگه فیزیکی، یعنی الان فیزیکی ترکیب آماده است. خب ترکیب رو ببینیم. بعد من یه سوال اتفاقا در همین مورد میخواستم بپرسم، خیلی هاشون با شما تو دوره قبلی بودن بچه‌ها، حالا در مورد ترکیب نمیگم، در مورد کلیت تیم ملی. آقای قلی زاده رو گذاشتم اولین بازیه بازی میکنه. بله، ترکیب جالبیه. آقای خلیل‌زاده هم برگشتن، آقای رضاییان رو نذاشتن. البته که من آقای محرمی رو خیلی دوست دارم، ولی آقای رضاییان خیلی بازیکن مورد علاقمه. ترکیب حالا الان من یه چیزی بگم، عادل بازی چیزی میگه، آقای محرمی خیلی شبیه من بازی میکنه. از یه سمت دریپ میزنه، همونجوری چرک بازی میکنه. بیشترین فوتبالیستی که بعد از پایان فوتبالم شبیه خودم دیدم آقای محرمی. شما ریسک نمی‌کردید زیاد، شما هم ریسک نمی‌کردید. نه ایشون هم دقیقاً بعد دیریباش دقیقاً عین منه، از یه طرف بیشتر دیری شما میزنه. شما خورده تکنیکی تر بودی. حالا تو شنیدی آقای شجاعی جیگو گفت شما ولی تکنیکی تر بودی. نه واقعا خیلی ممنونم آقای شجاعی، متشکرم ازت. نه آخه شما خط جلوتر بازی می‌کردید. من اصلا فوروارد بودم، تمام گلای سایپا رو من می‌زدم. ابوالقاسم پور رو من ابوالقاسم پور کردم. حالا اینا رو بیای الان به این بخوای توضیح بدی، وقت برنامه اصلا. نظرتون در مورد این ترکیب و کلن تیمی که الان ما اونجا داریم چیه؟ اول با اجازهتون در مورد آقای قدوس بگم. من فکر می‌کنم دقیقاً شاخصه بازیشون همین که شما فرمودید، توی پست، اون پستی که ایشون بازی می‌کنن، هم توی دفاع هستن هم توی حمله. این خاصیت رو اون موقع که تازه اومده بودن نداشتن. و من فکر می‌کنم به خصوص الان توی تیمشون که دارن بیشتر بازی می‌کنن و توی لیگ انگلیس، خب یه لیگ خیلی فکر می‌کنم قوی‌ترین لیگ دنیا سلام، خیلی تو این زمینه پیشرفت کردن و این بهشون کمک کرد که فوتبالشون دیده بشه. آره من یه بازی تیمشون دیدم برنتفورد، از رو خط دروازه توپو کشید بیرون، یعنی من دیدم کامل تا اونجا میره. به نظر میاد فوتبال با کلاس جهانی رو بازی میکنه سطح اول و خیلی هم به تیممون کمک میکنه. خیلی به نظرم همون چیزی که همیشه من میگم دیگه، فوتبال خیلی آسونه مگر اینکه ما سختش کنیم. آقای قدوس این فوتبال آسونه رو بازی میکنه و به خاطر هم خیلی به چشم میاد. در مورد ترکیب من فهم می‌کنم چیزی که دیدم، اجازه میشه دوباره ببینم ترکیب رو؟ من بهتون میگم دیگه. نه دیدم، میخوام فقط جاهاشون، چون الان من فهم می‌کنم آقای قلی‌زاده، آقای قلی‌زاده، بله آقای قلی‌زاده، آقای قلی‌زاده نسبت به این ترکیب من فهم می‌کنم ترکیب جالبیه. آره چون پای مخالفم گذاشتن، اگر همینجوری بازی کنن فکر کنم برنامه‌شون اینه که خب آقای قائدی پا به توپ رو به داخل حرکت کنم و آقای قلی‌زاده برعکس. خب مهدی هم که خیلی خوب اضافه شد. من اگه بخوام یه سری راجع به ترکیب بگم، ترکیب هیجان انگیزیه، خیلی هیجان انگیز. یعنی من فکر می‌کنم که یعنی همون جوری که تصور می‌کردیم، آقا همون جوری که تصور می‌شد، آقای قلعه‌نویی برای برد اومده و یه ترکیب خیلی خیلی هجومی و تکنیکی گذاشته. خیلی من دوست دارم این خط هافک رو به خصوص ببینم. چهار تا بازیکنای جلومون خیلی امروز امارات رو اذیت کنن و خب حالا خب ساعت 6:29 دقیقه است، یعنی ما باید بریم دیگه که دوستان برن بازی رو ببینن. امیدوارم بازی خیلی خوبی بشه، فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی بشه و دوباره ما بعد از بازی برمیگردیم. فکر می‌کنم قلوش ساعت 8:30 اون موقع 20 دقیقه در خدمتتون هستیم. اینو گفتم که عادل یه ساعتش نکن. قربونتون برم، فعلا خدا نگهدار. حسن نباشین، بازی داشت گره میخورد بازی. آقای شجاعیان، آقای بیرانوند اگه پنالتی رو نمیگرفت یه ذره سخت میشد. خوب پنالتی میگیره، تمرین هم میکنه توی یعنی تو تمرین تمرین خاصی برای پنالتی میکنه یا نه؟ نه علی فکر کنم چون خودش خوب پنالتی هم میزنه بازی با پاش هم خوبه. آره یه ذره هم حس ششم میخواد پنالتی، باهوشه. آره به نظرم یه استعدادی. خب قبل از گل پژمان خان، قبل از گل ما 10 دقیقه رو خیلی به نظرم اونا سوار بازی شدن و ما خوب بازی نمی‌کردیم. آره یه ذره اوایل بازی چیز شد، ولی خب در اینکه ما خب تیم برتر بودیم شکی نیست. لحاظ مهره خب سوار کار بودیم و آزمون و طارمی دوباره به داد تیم ما رسیدن. خیلی زوج دوست داشتنی هن و امروز هم
به خصوص پاس گل اول فوق‌العاده بود که آقای آزمون داد به آقای طارمی، و به نظرم هرچی بیشتر کنار هم بازی کنن تو این تورنمنت میتونن بیشتر به ما کمک کنن. یاد خداداد و علی دایی میندازن ما رو. حالا من شما هم البته یادتونه دیگه، به خصوص تو جام ملت‌های 96 زوج بی‌نظیری بودن که آقای دایی آقای گل شد، آقای عزیزی به تایم بازیکن آسیا شد. حالا سالاشو دقیق یادم نیست ولی خیلی خیلی آقای عزیزی فداکارانه بازی میکرد و آقای دایی بلند پروازانه و یه ترکیب خط حمله درجه یک شده بودیم. گل هم خوردیم دیگه، یعنی این بازی من فکر نمی‌کردم گل بخوریم، شرایط اینجوری نبود. حالا اون پنالتی هم درسته که پنالتی دادیم ولی دیگه این اواخر بازی فکر نمی‌کردم که دیگه گل بخوریم. می‌ذارم کارمون تو بازی بعدی سر شو، چون آقای کنعانی زادگان فکر کنم دو اختاره شد اگه اشتباه نکنم. یه ذره وضعیت دفاعی نگران کنه. چی فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی بازی بعدی مثلا از آقای چشمی، چون آقای حسینی هم فکر می‌کنم هنوز آماده نیست. من فکر می‌کنم از آقای چشمی الان گزینه‌ای که دارن استفاده کنن توی پست دفاع، و اینم خطرناکه. یعنی خطرناکه چه بازی فکر می‌کنم کنار آقای خلیل‌زاده با هم تا حالا بازی کرده باشن. نه ولی خب روزبه توی جام جهانی هم اگه اشتباه نکنم بازی کرد، توی جام جهانی 2018. آره دیگه، بله تو اون بازی اول اصلا دفاع وسط بازی کردن دیگه، تجربه بازی کردن تو اون پست داره. ولی یه ایرادی که من فکر می‌کنم حالا جدولام ببینیم همینجوری که شما دارید هفته تو یادتون نره آقای قلعه‌نویی. بله بفهم. خب 9 امتیاز شدیم، از قبلم قابل پیش بینی بود. امارات دوم شد با تفاضل مثبت 1، فلسطین سوم شد. فلسطین هم فکر می‌کنم صعود می‌کنه اگه اشتباه نکنم با تفاضل 0، و هنگ کنگ هم که با 3 بازی و 3 شکست. تقریبا قابل پیش بینی بود این ترتیب. حالا هنگ کنگ تیم ناشناخته‌ای بود تقریبا، ولی تیم دست و پا بسته‌ای نبود اونجوری، یعنی پیشرفتشون اون چشمگیره. من فکر می‌کنم پژمان خان طبق فرمایش شما اول صحبتاتون دیگه ما تیم ضعیف نداریم، یعنی تقریبا همه تیم‌ها یه بیس مثل قدیما نیست، خیلی قدیم‌تر که اختلافا زیاد باشه. آره دیگه، مثلا یه سری تیم‌ها واقعا، یه سری فوتبالیست‌های ملی تو بعضی از تیم‌های ملی در حد مثلا باشگاهی هم حتی نبودن. ولی الان یک کشور ما هم نمی‌دونستم. ولی الان فوتبال یه جوری شده که به خصوص حالا خب توی اروپا حتی تیم‌های ضعیف‌تر، تیم‌های ملی میان اون به قول معروف استاندارد رو اجرا می‌کنن، فوتبال بازی می‌کنن، سعی می‌کنن اصول رو رعایت کنن، خوب دفاع کنن، خوب حمله کنن. یه چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که زمانی که حالا ما بچه‌تر بودیم فوتبال رو به عنوان تماشاچی نگاه می‌کردیم، بعد همون اوایل بازی خودمون همه کارهای تکنیکی غرب آسیا مال ما بود، یه مقطعی برای عربستان و کویت و اینا بازیکن تکنیکی تو تیمای دیگه نداشتیم که شاخص باشه. میگم مثلا تو کویت یه بدر حاجی می اومد، توی عربستان یه مثلا خالد موالی دیه بازیکن این شکلی، عربستان هم یه نوافتمیات چیز کویت نوافتمیات اونم خوبه. آره مثلا خیلی تکوتو الان مثلا دیروز گلی که قطر زد اصلا، یا همین اکرم عفیف خیلی فوتبالیست درجه یکیه. این نشون میده که اینا از لحاظ تکنیکی و اون پتانسیل انسانی هم دارن پیشرفت میکنن. یعنی من فکر میکنم فرقش اینه که ما اون موقع به خاطر همون مسئله که صحبت کردیم گل کوچیکا و زمین خاکی‌ها بود و الان اصولی کار نمیکنیم، اونا از اون موقع اونو نداشتن ولی الان دارن اصولی روی تیم پایه و اون مسئله تکنیکی ترین بازیکن‌های آسیا مال ما بوده. بدون تردید تا همون جام 96 هم اینجوری بود، یعنی ما بازیکن به تکنیک خداداد اصلا نداشتیم، نزدیک خداداد هم نداشتیم تو اونجا، ولی الان میبینیم همه تیم‌ها یکی دو تا موره یه ذره نگران کننده است. یه ذره من چیز میشم، عصبانی میشم، میگم قبلا ما خیلی اختلاف داشتیم با اینا، حتی کره و ژاپن هم تیمی خوب بودن. بله تکنیکی بازی آره مثلا چه میدونم یه کیم جوسونگ تو کره میومد، یه ناکاتا تو ژاپن میومد، بازم به نظرم آره فوتبالیستای خوبی بودن که استانداردهایی داشتن، ولی این مثل بازیکنای ما تکنیکی نبودن. یه آماری آقای قاسفی به رسیده بهش، به یه رکورد ویژه که بیشترین برد و با پیراهن تیم ملی داره الان با 89 تا برد، یعنی در این آمار در صدر بازیکنهای تاریخ تیم ملیه. و یه آماری هم برای شما آقای آیصفیه که جالبه، شما بیشترین بازی ملی و باشگاهی رو در کنار احسان آیصفی انجام دادید، 102 تا. خودتون هم نمیدونستی؟ نه 102 بازی، 102 بازی ملی و باشگاهی مشترک با هم دارین. آره اون ارتباطمون هست؟
این چارت هم که اومد، خب جدول تقریبا داره دیگه همه چیش مشخص میشه. ما با سوریه فردا تکلیف تیم اول ایو تیم دوم دی، که مگر اینکه کره دوم شه اردن اول شه، یعنی این الان رو کاغذ اردن اوله، ولی چون فردا کره با مالزی بازی داره، بازی راحت تری داره، و فکر میکنم کره هم مثل ما به این چیزا فکر نکنه، یعنی بیاد بازی رو ببره و حالا به ژاپن بالاخره فکر میکنه که اونم فکر میکنه به خود قهرمان شه. چون برای تیمایی مثل ایران و کره و ژاپن، حالا شما بیای تو چهار تا یا تا یه چهارم بری، خیلی چیز عجیبی نیست. فینالیست بشی اون کاری که برای ما و کره هم، چون کره، ژاپن، ایران، عربستان، آره، از بابت اینکه خب ما و کره فکر کنم خیلی سال اگه اشتباه نمی کنم همه سالا تقریبا تو این سالا یه چهارم خوردیم به هم دیگه، نه فینال نرسیدیم من اگه اشتباه می کنم فکر کنم کره هم نرسیده، کره هم خیلی ساله، چندین ساله، بیشتر از 20 ساله که جدی من الان حضور ذهن ندارم. آره حالا اگر اطلاع بدن کره، من فکر کنم آخرین فینالی که بوده میتونیم الان ببینیم که نه 2011. آره یه فینالی هم قهرمان نشده، که به چیز باخت، به استرالیا باخت. بله بله آره بله. تو استرالیا نه، ولی قهرمان چون خونده بودم. آره نزدیک 20 خورده 30 ساله که قهرمان نشده. بله من قبل از اینکه شما تشریف بیارین این جدول رو با هم نگاه می‌کردیم، اون ور جدول به نظرم راحت تره اینجوری که می‌بینیم. بله ببین عراق خیلی تیم خوبیه، ولی بالاخره کره و ژاپن و ایران، تازه ازبکستان هم باز تیم چغریه. پژمان خب ما فوتبالمون، ببخشید کلماتون رو قطع میکنم، به یه سری تیما نمیدونم حالا کلمشو چجوری باید نمیخوره. آره فوتبالمون به یه سری تیما گره میخوره. آره. مثل اردن، مثل سوریه، با کشور عربی بیشتر، مثل عراق. بله. نمیخوره الان. خب الان تو اون گروه حتی خود ازبکستانم چون تیم فیزیکیه و تکنیکیه. بله بله چغره. آره الان مثلا اون گروه هم الان داریم میگیم عراق، الان ما میخوریم به سوریه، درسته خوریم به سوریه، بعدش اگه ببریم بازی بعد میخوریم به برنده، احتمال بسیار قوی برنده کره و ژاپن، که میگم ما اگه اون بازی رو ببریم احتمال قریب به یقین فینالیست هستیم. یعنی تیمی که از بین ایران و ژاپن و کره بیاد تو نیمه نهایی به نظرم راحت میره فینال، یعنی نیمه نهایی رو. بازم میگم فوتبال قابل پیش بینی نیست، حالا ما یه چیزی سخته ولی خیلی سخته کار سخته. آره دیگه تیم‌ها، ولی عجیبه برای من ژاپن قبل از جام ملت‌ها یه تیم فراتر از آسیا و حتی آلمان و ترکیه جهانی بود. ترکیه و آلمان و بازی که با آلمان انجام دادن خیلی بازی مهمی بود، یعنی فکر می‌کنم مربی عوض کرد اون نتیجه. یعنی بازی نبود که آلمان بیاد بخواد مثلا یه ترکیبی تست کنه یا براش اهمیتی نداشته باشه. خیلی ژاپن تیم قدرتمندیه، من نمیدونم چرا من انرژی نمیذاره اول برخلاف صحبتایی که تو این چند روز شنیدم، شانس بیشتری برای کره قائلم تا ژاپن. تا اینجا جام کره تیم بهتری بوده، ولی من باز همچنان با نهایت احترام به شما ژاپن رو شانس اول میدونم. اگر ژاپن 60% فوتبالی که قبل از جام ملت‌ها تو این بازی‌های دوستانه نشون داد بازی کنه، به راحتی میتونه قهرمان بشه. مطمئناً تیم قدرتمندتریه. آره. ولی تو این جام به نظرم کره خیلی عجیبه برام که تو این جام نتونسته اون بازی رو انجام بده. بچه‌ها به من میگید که ما میتونیم اون مصاحبه رو داشته باشیم، تماسو؟ خب ما بریم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم. پشت محوطه که 18 قدم و توی دروازه، ضربه زیبای مسعود شجاعی، پاس زیبای اسماعیل هلالی به عقب. یوبی این شجاعی واسم حرکت تو عرض فرصت برای سایپا، یک ضربه زمینی و گل، گل برای سایپا. حمله فوق‌العاده میتونه باشه، بزن ضربه رو و گل. و مسعود شجاعی کاپیتان دوست داشتنی این روزهای تراکتور سازی. فرصت دیگه برای تراکتور، گل چهارم به ثمر میرسه. کاپیتان تراکتور سازی مسعود شجاعی. بعد چون که در اون دروازه قرار میگه خیلی راحت، گل برای تیم نساجی مازندران حساب کار رو 1-1 میکنه مسعود
شجاعی توی دروازه حریف یه ضربه سر و توی دروازه. اینم گل دوم در دقایق پایانی این دیدار. آقا سه نفره گرفتیم دیگه با احسان رو هشت جوون بگیرن. بنده خدا خوشحال چه تقسیم کرد. بسیار خوب. تا الان قصر در رفته نه شما تاج سری. الان که این بازی ها رو دیدم دوران حضور شما تو سایپا و صنعت نفت شاید کمتر یاده فوتبال سایپا به نظرم با باز چرا، ولی صنعت نفت خیلی کمتر. با اینکه انقدر درخشان بودین که الان یکی دوتا گل واقعا بی‌نظیر دیدیم، از همونجا به تیم ملی رسیدین شما. چه سالی اولین بار تیم ملی دعوت شدین؟ از سایپا دعوت شدین؟ بله، من چون حالا یه چیز دارم تو خونه، یه تابلو عکس همیشه رو اون تاریخ 2004 بازی با لاوس بود، بازی مقدماتی جام جهانی 2006 بود. آها آها. که من 20 دقیقه آخر اومدم تو زمین و پاس گل دادم به آقای نکونا. 7-0 یا 6-0 بردیم بازی. والله اس مقدماتی جام جهانی. بله بله بله. 2004 مربی آقای کیروش بود ها؟ نه، آقای برانکو بود. آها برانکو بود. آها بله بله بله. من اون بازی یادم، یه خاطری هم دارم. آقا خداداد عزیزی حالا خیلی به من لطف داشتن. من عکسای ایشون رو جمع می‌کردم. آقای عزیزی رو. بله بله بهشون هم گفتم فکر کنم عکساشون رو جمع می‌کردم، حالا که خب سنم کمتر بود. خیلی دوستش از همون بازی ایران استرالیا و این چیزا، چون تکنیکی بودم، بازیکن تکنیکی رو دوست داشتم. بعد با هم همبازی شدیم. بعد اون بازی ایشون مصدوم بودم فکر کنم، با حالا لباس با گرم کن اومدن، اصلا رو نیمکت و قرار نبود بازی کنم، ولی یادم من رفتم تو، صدای داد ایشون از لب خط می‌شنیدم، بلند شدم از روم که منو تشویق میکرد که اولین بازیم مثلا رویه داشته باشم، استرس نداشته باشم، تماشاچی هم کم نبود و خیلی به من کمک کرده. آره خیلی جذابه. منم این اتفاق، من با آقای مرحوم قایقران هم بازی شدم توی یه بازی. جدی؟ خیلی دیگه عجیب. نه خیلی خوب بودن. مربی بودن توی کشور. اولین کسی که من آورد بزرگسالان آقای قایقران بود. بعد یه بازی تو شمال داشتیم، یادم نیست چوکا بود شاید، شموشک بود. بازی رو 2-1 یا 3-1 هم باختیم. بعد من دومین بازی بزرگسالانم بود، بازی اول با سپیدرود رشت گل زدم، قیچی برگردون دقیقه 75 رفتم تو آزادی. بازی دوم اونجا بود، باز دوباره 1-1 عقب بودیم یا 2-1 عقب بودیم، من رفتم تو گل زدم. 10 دقیقه آخر دیدم لب خط، دیدم خودش داره میاد تو. مربیمونم بود، یعنی مربی بازیکن بود، که یادم بازوبندم گرفت گذاشت اینجای شلوارکش و من اصلا واقعا رو ده دقیقه آخر همش نگاه میکردم، گفتم من با سیروس قایقران تو زمینم، اصلا مگه میشه همچی چیزی. من با آقای آبزاده یه خاطره دارم، بعد سر فرصت تعریف کنم، که من نوجوانان دارایی تهران بودم، دست سه نوجوانان تهران، زمین شماره 6 آزادی تمرین کردیم، ساعت 2 تا 4 استقلال زمین شماره 5 تمرین میکرد. تو ماشین لباس عوض میکردن. آقای آبزاده با بلیزر میومد، شاروخ بینی با 318 قهوه‌ای، شاهین بینی با 318 یشمی، ما هاج و واج اینا رو نگاه میکردیم، چون من اصلا به خاطر تیم پکن 90 پکن واقعا عاشق فوتبال شدم. و من پر رو رفتم، آقای آبزاده گلر تیم ملی بود، رفتم ازش درخواست پنالتی کردم که داستانش مفصله، دنبالم کرد و از این بحث کثافتی بود. و بعدا باشون هم بازی شدم، توی یه مقطع خیلی کوتاهی دعوتشون کردم، ولی دیگه انقدر زانو شد، تیم ملی. آره انقدر دیگه زانو عمل شده بود و اینها، ولی اصلا مگه میشه انقدر کاریزماتیک، انقدر فوتوژنیک، انقدر جذاب، انقدر تاثیرگذار. واقعا من دو تا حرفه رو الان تجربه کردم، بعید میدونم آدمی به محبوبیت احمد رضا عابدزاده بعد از انقلاب چه تو سینما چه تو ورزش وجود داشته باشه. آقا تمام میزای مدرسه دخترانه مگه میشه اسمش حک شده باشه؟ حالا خانمشون منو ببخشن، ولی خیلی سال میشه، ولی خیلی غریب بود. محبوبیت عجیبی داشتن. من اولین باری که رفتم پرسپولیس سال 76 ایشون بازی میکرد تو پرسپولیس، که بعد من بازی بهم نرسید، رفتم سایپا دوباره برگشتم.
آویزون ماشینش میشدن، واقعا آویزون ماشینش میشدن. خیلی جذاب بودم خیلی، یعنی هستن هنوزم. و همون کاریزماتیک بودنش بود که یه لبخندش تو بازی یهو روحیه تیمو عوض میکرد، یا یه با یه دست گرفتنش رو استرالیا روحیه تیمو عوض میکرد. خیلی آدم تاثیرگذار و عجیبی بودن. بلدم بودن ببین یه جوره ببین، نه داشتن اینا ولی بلد بودن که مثلا میگم یه باید بازی باید روحیت اون لحظه اجازه این کارو بده. آره مثلا بازی با استرالیا توپو اینجوری باید روحیت اجازه بده. آره. نه داشتن، میگم که داشتن ولی خودشون هم بله اضافه شو زیاد آره. میگن خب خوش قیافه بود، میگم این جذاب تر آره. شد. اگه مثلا خوش قیافه نبود این کار تو دل ما نمیشست. اگه خوش تیپ نبود که الان تو این سه من فکر کنم هنوز دارن حالا تبلیغات تجاری میکنن. آره ماشاءالله نشون از محبوبیتشون، از من که 100% آماده‌شون بره. آخه اون نسل نسل متفاوتیه، یعنی 98 فرانسه رو با هیچ تیم ملی نمیشه مقایسه کرد. دارن تمرین میکنن ماشاءالله، هم تمرین میکنن هم مشهورن. یعنی اکثر بازیکن‌های نسل‌های مختلف ملی در طول سال‌های مختلف از یاد میرن. حداقلش اینه که تصویرشون از یاد میره. 98 الان آقای شاهرودی بیاد خیلی‌ها می‌شناسنش تو خیابون. بله. آقای مهدوی کیا بیاد خیلی‌ها می‌شناسن. آقای آبزاده، حتی آقای خاکپور، یعنی دفاع‌ها هم که حتی خیلی وقت بولد نیستن. پژمان خان بعد از یه تایم طولانی اتفاق مهم رقم زدن. خیلی سال بود که همچین اتفاقایی تو فوتبال ما نیافتاده بود. اصلا بازی ایران استرالیا رو برگردن آوردنشون وسط استادیوم آزادی، جام جهانی بازی ببرن، آره جلو آمریکا اون بازی عجیب. آره میگم نسل ویژه‌ای بودن دیگه، اونا هیچ وقت خاطره نمیره. الان آقای عزیزی مشهوره، آقای دایی مشهوره. بله. برای هر نسلی این اتفاق نمیفته. توی یه رکورد عجیب داری، من خودم هم اینو نمیدونستم به این میزان. سه تا جام جهانی بودین، 4 تا جام ملت ها. این نشان از ماندگاری و سلامت زندگی کردن شما و توانایی فنیتون داره. تو کدوم یکی از این جام ملت ها خیلی دلت روشن بود که قهرمان شیم؟ فکر کنم اون جام ملت که با عراق. بله عجب بازی بود. اصلا من فهم میکنم حالا خب آقای پولادی همون اتفاق براشون افتاد، اصلا به شخص کار ندارم، ولی اگه اون اتفاق نمی افتاد، چون اصلا عراقی که قبل از اخراج من نمیدونم بازیشو یادتون هست؟ آره من شما گفتم... هم تعویض شدی سر اون. بله ایشون که اخراج شدن. آره من آره. تعویض شدم که وحید امیری فکر کنم. آره. من فکر می‌کنم من که بازیو می‌دیدم گفتم 4 5 تا 3 4 تا حالا اخراج نشه می‌زنن، خیلی ضعیف بودن. بله. بعد یهو اصلا انگار همه چی برگشت با اون اتفاق. چه جوری برگشتیم ما؟ اون گلی که آقای قوچان نجات زد، سه بار توپه داشت میرفت تو گل برگشت برد. من فکر کنم اون روز خیلی گل داشت، یه تشنجایی هم میشد به خاطر همین رفت و برگشت تا گلا. توی تماشاچیا اولش با هم خوب بودن. آها. مثلا بازی استرالیا بود، ایرانیایی که اونجا بودن، خود عراقی ها زیاد با هم همه دوست بودن. آره. مثلا حالا اون اتفاقاتی که آره یه بخشش تبادل فرهنگی آره. ملت یعنی مثلا فراموش کرده بودن هست. ولی بعد از این گلا که رد و بدل میشد، حالا یه سری اونا اومدن سمت نیمکت ما خوشحالی کردن، ما رفتیم اون و این تشنجه من یه ذره دیدم داره جنگ میشد. آره. اگر من فکر میکنم با برد ما تموم میشد. ببین اصلا تو اون جوه اون گله هیچ کس به خطا بودنش فکر نکرد. شاید اگه تو حالت طبیعی بود آقای قوچان نجات سوار بازیکن عراق شد. اصلا داور دیگه جرأت نمی‌کرد اونو بخواد خطا بگیره. و من خیلی دلم روشن بود ما می‌بریم بازی. من فکر می‌کردم چون بعدش هم می‌خوردیم به کره اگه اشتباه نکنم. کره‌ای که تیمشو تغییر داده بود. نیمه نهایی می‌خوردیم بهش دیگه. آره. می‌خوردیم به کره که تیمشو اون بازی ما می‌بردیم خیلی خیلی امیدوار می‌شدیم به قهرمانی. تیم خوبی هم. خیلی. سردار آزمون تازه به قول معروف شناخته شده بود. آره خیلی خوب کار میکرد. یه خاطره بعدم مقدماتی 2010 داریم. چرا اون تیم عملکردش ضعیف بود؟ چون خیلی ما تغییر نفرم نداشتیم. من فکر میکنم خب همین تغییر مربی ذره باعث شد دیگه. درسته حالا اون بازی با عربستان اون اتفاق افتاد، ولی خب تصمیم احساسی دیگه. حالا بعد یا خوب داشتیم ما ادامه میدادیم. سه تا بازی مونده بود با آقای دایی میتونستیم ادامه بدیم. آقای قطبی هم خیلی زحمت کشیدن، خیلی سعی کردن، ولی سخت بود که یهو توی سه تا بازی حساس تیمو دادن دست ایشون. ببین شاید به هر تیمی غیر از عربستان تو آزادی میباختیم عوض نمیکردن. آره اصلا روی شاید خود آقای دایی هم اون موقع راضی. بازی عجیب اونم یکی از بازی بود که فکر نمیکردیم ببازیم.
گل کورنره که خوردیم واقعا کمرمون شکست. میگم به عربستان چون تو آزادی باختیم و ما یه ذرم خب میگم حالا به خاطر این اتفاقاتی افتاد شانس هم همراهمون نبود، چون که خوش شانس نبودیم، چون که بازی با کره شمالی تو کره خیلی موقعیت از دست داد. آره من فکر کنم مثلا 3-4 تا موقعیت 100%. آره بد بازی نمی‌کردیم، نمی‌دونم چرا یه موقعی اینجوری میشه. و کره هم که خب دقیقه 80 برای اونها دیگه فرقی نمی‌کرد. دقیقه 80 آره گل مستقیم ما با همون یکی چم. بله بله گلای سوخته من که هیچ آقا چشم. آره همین نبود که چیپه که زدی؟ نه نه چیپه بازی دوستانو بعد از خیلی سال ما کره رو تو کره بردیم. چقدر هم خوب زدین این گل. آره بعد بازی عربستان بود که یکی زد جلو بودیم، من گل زدم 2-1 شدیم، کره هم که یکی زدیم آره. دوباره 1-1 شد. آره بعد دوره بعدش 2019 بود که کاپیتان بودین، خیلی بازی نکردین فکر کنم تو 2000 اصلا بازی نکردین. یه بازی با تایلند فکر کنم یادم نیست دقیقاً چه تیمی. 2015 بازی اول گل زدین یادمه با بحرین. بعد با بحرین چند شد اون بازی؟ 2-1 گل دومو زدین شما. بله بله آره احسان حاج صفی زد و من زد. اون بازی هم اگر آقای پولادی اخراج نمیشد آره اصلا شما میموندین، اصلا بازی یه چیز دیگه میشد. اتفاقا یکی از حالا من همیشه از تو اون جامی که از حسرتام بود که خب داشتم خوبم بازی میکردم به نظر خودم. آره آره. و یهو که آقای کیروش این تصمیمم گرفت من یه ذره تعجب کردم. ولی خب حالا نه یعنی میگم نظر ایشون بوده. آره ولی بالا پایینم میکردیم شاید هر کی بود میگفت یه بازیکن تکنیکی بیارم. آره نه اصلا ایرادی نمیگیرم، میگم برای من حسرت بود که خب شاید میتونستم تو اون بازی بمونم بهتر. آره. کار کنم. خیلی تاثیرگذارم میشدید 100%. محمدی اوکی شده؟ جدی؟ بفرمید. اول معرفی کنیم یا بعد یه پلی بک ببینیم بعد یه مهمان تصویری داریم. هادی عقیلی این سال 83 بعد باشه. آره من این بازی فکر کنم سختاره بودم اگه اشتباه نکنم. بودید یا نبودی؟ نه این بازی نبودم من. اینا دیگه آقای خان محمدی راست بوده. چپ هم اگه شما نکنم آقای برزگر بازی کرد. آره فکر کنم برزگر یا آره فکر کنم آقای برزگر. الان این بازی برای چی گذاشتی؟ این بازی جز بازیایی بوده که من و شما تو تیمای روبروی هم بودیم، ولی خب من این بازی سختاره بودم. منم نیستم اصلا. شما هم نیستین؟ نمیدونم چرا باید باشی. بچه ها انتخاب خیلی خوبی کردین. نه من هستم نه آقای شجاعی. این گله یادم ساشا ایلیچ چه گلایی میخورد بنده خدا. این فکر کنم آره نه من این بازی نیستم. نه من بودم. شما هستین؟ آره یه صحنه بودم مثلا. الکی اشکون چه هیجانی داد بی خود. بگیر توپو دیگه. این دیگه بامزه ترین آدمایی که من دیدم اشکان نامداریه. آخه عیسی تراوره من توی پاسم باشم بازی بودم. بازیکن خوبی بود. خیلی و پسر چقدر خوبی بود. واه. جباری بود. جواد کاظمیان. جباری بود نه کاظمیان. اون کنار دوید. آقا چه جایی میگه من تو رو تو پرسپولیس فقط تو شادیای بعد از گل یادم. جوونو من اومدم بالو پر دادم بهش به خودم اینجوری میگه. جواد سایپا چقدر آقا اینو دارم میبینم نمیشه بزنم اون جواد کاظمی رو تک زد زیر پای من. اگه بشی ببین تک نمیذاره. نه من ندید میگم به خدا نه جواد اصلا تک نمیتونست بزن. یه روب طول میکشید بعد میشه اسپا رو دراز میکرد یه ذره. آه اینا هست. اینا اون که میدوید مگه خودش نبود؟ نه جواد بوده. خب پس خودش بود. این آقا صحنه رو تو من نبودم تو زمین چیزی گیرش من براش بفرستم. حمالی پشتش میکردم این میرفت کاشته میزد فلان میکرد آقای کاظمی. آقا اونها اون درسته. بیا الان ببین. آره. اخ نمی کنی به دروازه. فقط دنبال توپ بودی اینجا رو میگم خدا. کو اینا این پشتیه. مگه تکلم میزده آقا یه آقای کاظمیان چه تکلیه ادای منو میخواستی در بیاری.
جوادم خیلی پسر دوست داشتنیه. بعد اون دوره باشه. چقدر آقا لطفی چقدر اون دوره خوب بازی میکرد. آره خوب، هم کاشتهای خوبی برای پرسپولیس زد، هم گلای خوبی زد، هم شادی بعد از گلای جالبی داشت. آقا این بازی فکر کنم یادتون باشه 3-2 شد فکر کنم. آقا مرادی داور بود، جلال مرادی بود. بله آقا کریم توپو بهشون چی؟ یادتونه؟ نه ما نبودم. دوم یا سومو که زدیم انقدر از داوری ناراحت بودن، آقا کریم توپو شروع کردن وسط زمین، گفت بیا برای خودت بود داد. آخه آقای دیایی چقدر جوون و لاغر. رضا جباری اومده اونجا دفاع؟ چطوری؟ اصلا از عجایب بود. پنالتی؟ جواد دوی دنبال تو آماده است؟ چقدر ستاره داشت سپرس. آره اون سالی بود. آخه این همه عرصه هم داشته فوتبال چقدر بی ارزش واقعا. به خدا ما بازی میکردیم سه تا باخت بردیم، اینقدر باخت نیورد. فرات نو تاک میچ 26 تا گل واقعا نمیدونم چی بگم. این وضعیت جدا غیر عادیه، این همه شانس گل ایجاد کردن و گل نزدن. خیلی خوب آخرش زره غم انگیز بود دیدن علی. سالی بود که علی از پرسپولیس رفت و سایپا بازی کرد. خیلی خوب میخوایم صحبت کنیم با یکی از بازیکنایی که کلی بازی جلوی ایران داشته و همیشه یکی از خوبای تیم ملی امارات مقابل ایران بوده، یکی از ستارگان سالهای اخیر فوتبال امارات، آقای اسماعیل مطر. سلام، خوش اومدید به فوتبال 360. هلو. I don't know if you hear me. I cannot hear you. Yes, I can. We can hear you. سلام پژمان جان، خیلی تو رو یادم، فوتبالیست بسیار بزرگی بودی. بله. Hello Mr. اسماعیل مطر. فارسی بلد اسمان یه زن؟ نه من چون مشکل چیزم. هلو ببین دیگه. بله بله. I think I have problem. I cannot hear you guys. میگه همیشه ما رو حساب ویژه‌ای میکردیم. بله. Now it's okay. سلام آقای مطر، خیلی خوش اومدید به فوتبال 360. خوشحالیم با شما صحبت میکنیم. Welcome to our show. علیکم السلام، how are you guys؟ Good. سلام علیکم به شما. شما چطوری؟ Hi. Thank you so much. ما رو می‌بینیم. I'm fine, good. How are you, man؟ من خوشحالم که اینجا باشم. Long time ago. Miss you. Yes, yes, miss you too, bro. How are you doing? But I can't believe you're still playing. Yes, bro. I'm still playing. I'm trying to give example for players. میگه من هنوز بازی میکنم و سعی میکنم یه الگو I'm so happy for you man. You are a legend. Thank you man. Thank you. I appreciate Masoud. خیلی ممنون، من قدردانتون هستم. آقای مطر 15 سال قبل چندین بار جلوی ایران بازی کرده و 10 years ago Mr. Matter played. خیلی دفاع ایران رو اذیت میکرد. جزء بازیکنای ترسناک امارات برای فوتبال ما بود که همیشه ما یه حساب ویژه‌ای روش می‌کردیم و الان هم تو که خودش گفت تو 40 سالگی داره بازی می‌کنه همچنان و بیش از تو الوحده بازی می‌کنه، بیش از 20 سال و بالای 400 تا بازی برای الوحده امارات بازی کرده. آقای مطر بازی در سن 40 سالگی چطوره؟ حس خیلی خوبی داره. It's only about you know like when you get old you understand the football is more آدم که پیر میشه فوتبال رو بهتر میفهمه، فوتبال براش آسان‌تر میشه نسبت به زمانی که جوونه. And what I understand more it's like you more to care about your چیزی که میفهمم اینه که آدم باید بیشتر به تغذیه‌اش اهمیت بده و خودش رو مدیریت بکنه. And this age just you need to maintain and understand what your body asks. و باید به خواسته های بدنش بیشتر گوش بکنه، بار تمریناتش رو بیشتر کنترل بکنه، چون
توی سن و سال من مهمترین چیز بازی کردنه. من اونقدی نباید تمرین بکنم، فقط خودمو برای بازی ها باید توی اوج نگه دارم. بله بله درست میگن. ایشون هم بازی احمد نوراللهی هم هستن. احمد نوراللهی حالا به دلایل مختلف از تیم ملی ما جدا شد و خیلی درخشان داره بازی میکنه. فکر میکنم این جاموندن از تیم ملی هم انگیزه آقای نوراللهی چند برابر کرده. از آقای نوراللهی برای ما بگن. Well, Nurullahi is, first of all, before he's a very good player, he's a very good person. Nurullahi هم بازیکن خیلی خوبیه، هم انسان خیلی خوبیه. I love Ahmed Nurullahi. He's like my younger brother. احمد نوراللهی مثل برادر کوچک منه و بازیکن خیلی خوبیه. لازم نیستش که من ازش تعریف بکنم، من بگم بازیکن خوبیه، چون کیفیتشو خودش نشون میده و در دوران بازیش با پرسپولیس و تیم ملی اینو اثبات کرده و فصل قبلم توی شباب الاهلی بازی کرد و باهاشون جام برد. احمد نوراللهی بازیکن درجه یکیه و امیدوارم مدت ها توی الوحده بمونه. چون به نظرم مهمترین چیز اینه که ازش میشه حرفه‌ای‌گری رو یاد گرفت و ما به چنین شخصیت هایی و چنین بازیکن های حرفه‌ای نیاز داریم که نسل الهام بخش نسل جوان ما باشن. چقدر خوشحال شدیم از اینکه در مورد کاراکتر و شخصیت آقای نوراللهی آقای مطهرین رو گفت و به نظر من بالاتر از مسئله فنی آقای نوراللهی چیزی که آقای مطهر تاکید داشت شخصیت آقای نوراللهی بود که بسیار برای خود من حائز اهمیته و خیلی خوشحالم کرد و ما خوشحالیم که آقای نوراللهی همبازی بزرگی مثل شما آقای مطهر داره و حتما از تجربیات شما استفاده میکنه. اگر اجازه بدید بریم سراغ بازی امشب. بازی امشب رو دیدین؟ اوایل بازی رو دیدم ولی جست گریخته تماشا میکردم بازی رو و همینطور آخر بازی رو دیدم. منتها چون توی حرکت بودم بعد از یه شهر به شهر دیگه میرفتم نتونستم بازی رو کامل تماشا بکنم، ولی خب بیشتر دقایق بازی رو دیدم. نظرشون راجع به بازی چی بود؟ For me as a UAE blame the player because راستش سخت میشه بازیکن‌های امارات رو سرزنش کرد چون تجربیات زیادی ندارن. اگرچه ما چند تا بازیکن نسبتا مسن توی تیممون داریم اما تجربهشون زیاد نیست توی همچین تورنمنت‌هایی و مخصوصا جلوی تیم‌های مثل ایران به بازیکن‌های با تجربه نیاز دارید. ایران تیمش مخلوط خوبی داره از بازیکنهای با تجربه، بازیکنهای که تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو دارن و همینطور بازیکنهای جوان. اما وقتی که تیمی مثل امارات تجربه کافی رو نداره نمیشه خیلی سرزنششون کرد. من خودم توی این موقعیت ها بودم و میدونم بازی کردن توی چنین تورنمنت هایی چقدر سخته و چقدر فشار زیادی روی بازیکن هاست. ولی ما دروازه‌بان با تجربه مثل خالد عیسی داریم که با تجربه است، اما داخل بازی و داخل جریان بازی هم به کسایی نیاز داریم که بتونن بازی رو مدیریت کنن. چنین بازیکن های با تجربه واقعا لازمن و توی تیم ملی ما فعلا موجود نیستن. بله. نظرشون در کل نتیجه مطلوبی گرفتیم با توجه به قدرت حریفمون. بله. نظرشونه که امارات به خاطر جوونیش امروز شکست خورد. حالا میخوام بدونم که جام رو نگاه کردن یا نه. اگر نگاه کردن پرمهره ترین تیم جام کدوم تیمه به نظرشون؟
you know, for me, the tournament, this kind of tournament is not about how good you play. به نظرم تو این تورنمنت ها کیفیت بازی خیلی مهم نیست. مهم اینه که لحظات بازی رو چطوری مدیریت کنی. مهمترین نکته همینه. چون دیدید که کره مساوی کرد، ژاپن باخت، معنیش این نیست که اینا تیمای خوبی نیستن. مشکل اینه که توی بازی های نزدیک بازیکن‌ها باید خودشون راه حل و داخل زمین بازی پیدا کنن. گاهی توی بازی‌ها نمیتونید برنده باشید و باید شرایط رو مدیریت کنید. گاهی نمیتونید یه بازی رو ببرید. ممکنه که یه بازی روز بد شما باشه. برای همین اگه بردن و بلد نباشید، اگه نتونید بازی رو مدیریت کنید، نتیجه رو از دست میدید. مهم نیست کیفیتتون چقدره، مهم اینه که شرایط رو چجوری توی لحظات حساسش مدیریت میکنید. من همیشه فوتبال اینجوری از این عینک نگاه میکنم. بله درست میگن. به نظرم همیشه شما برای بردن به شانس نیاز دارید، ولی نمیشه همیشه گفت که آیا شانس در خونتون رو میزنه یا نه. بله، کلا بازی تو یک مسابقه با یه تورنمنت خب فرق میکنه. این روند باید حفظ بشه دیگه، برای اینکه یک تیمی قهرمان بشه. آقای شجاعی از سال 2006 تا 2008 در شارجه بازی میکردن و اصلا الانم که دیدم رابطه خوبی دارین، میشناسین هم دیگر رو. ما فوتبالیست ایرانی زیادی داشتیم در صورت در لیگ امارات و همیشه این ارتباط بین فوتبال ایران و امارات بوده. خود شما خاطر انگیزترین بازی که جلوی تیم ملی ایران یا جلوی یک باشگاه ایرانی داشتین یادتون میاد کدوم بوده؟ بازی کردن جلوی ایران همیشه برای من سخته، چون بازی که ایرانی ها همیشه قوی هن و آدم جلویشون توی بازی به درد سر میفته. حتی روزایی که این فکرش رفته تو سر ما و باعث میشه که از نظر روانی راحت نباشیم، ولی جلوی ایران ما همیشه از نظر ذهنی روی مساوی حساب میکنیم. اما بازی کردن توی این جنس بازی ها همیشه برام جذابه، چون یادم یه بار بازیکنهای زیادی داشتیم که توی لیگم بازی میکردن، بازیکنهای درجه یکی بودن از کشور شما، مثل علی کریمی، مثل جواد، خود مسعود. بازیکنهای زیادی که الان اسمشون به ذهنم نمیاد. فرهاد مجیدی. بله، فرهاد مجیدی. علی دایی. ما فکر میکردیم چون توی لیگ باشون بازی میکنیم، بازی جلوی تیم ملی برامون راحت تر میشه. اما بازی ها جلوی تیم ملی ایران همیشه برامون سخت بود. مخصوصا بازی جلوی طرفداراشون. جو بازی های ایران برای بازی کردن خیلی خوبه، اما باعث میشه که توی زمین نتونیم حرف بزنیم، نتونیم صدای هم تیمیامونو بشنویم. بهترین تجربه من بازی کردن جلوی ایران بوده و مسعود رو میشناسم و از بازی کردن جلویش لذت میبرم. جواد رو میشناسم، فرهاد رو میشناسم، از بازی کردن جلویشون لذت میبرم. خیلی ممنونیم. شما برای من به شخصه و حتما برای بینندگانی که دارن شما رو میبینن قابل احترام بودید و بازیکن همیشه به عنوان یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ امارات اسمتون به نیکی یاد میشه، ولی الان برای من خیلی 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 بیشتر کاراکتر دوست داشتنی با شخصیت صادق و عزیزتری شدید. خیلی ممنونم که ما وقت دادید. خیلی بیشتر دوستتون داریم. خیلی ممنون از شماها.
متشکرم. Thank شب you شما بخیر. Thank you. Thank you for the opportunity. Bye. Thank you so much. مسعود خوشحالم که دوباره دیدمت و ممنون به خاطر فرصتی که بهم دادید. اسماعیل it was pleasure for me to گفته بود قبل از دوباره against you always. I hope you goes well as before and good luck. It's very good for you. I know you. Thank you Masoud. Appreciate it. No, متشکرم. Hope to see you soon. Bye. Thank you. این هم ازش تعریف کردم فقط مسعودو گفت اول چون منو گفته این... بود سریع هم انگلیسی و انداخی منم نمیتونستم بیام وسط که مثلا بگی نه من میخواست این همونی بود که اسماعیل مت یادتونه پای محمد نصراتی شکون آخ 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 آره 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 مچش بودم آره ولی بازیکن خیلی قوی بود خیلی هم آروم بود تو زمین جزء همون بازیکنایی بود که بازیکنای تکنیکی که میگم تو کشورهای عربی داشتن پیدا میشدن و اینا اسماعیل مطلی که خیلی بازیکن میگم با توجه به حالا تکنیکی هم که داشت تو بازی خیلی آروم بود معمولا چقدر کاراکتر دوست داشتنی و ساده خیلی خیلی عزیزی بود واقعا ما از یه جایی هم ما هم رقیب بودیم همیشه ولی اتفاقی یه جا فکر کنم همدیگه رو دیدیم توی زمین یا هتل بود وایسادیم با هم حرف زدن و از اونجا خیلی دیگه با هم دوست شدیم بعد تو بازی هم دیگه که آخه رو نکرده بودی هی ما میگفتیم آقای مطر رو میخوایم بیاریم چی نمیگفتن آقا پشمان زایه است دفعه نشناسه یادش رفته باشه شما جلوی امارات یادتونه چند تا بازی کردین؟ نه متاسف گل زدین؟ دو تا فکر کنم گل زدین به امارات؟ آره پاس گل دادیم ببخشید پاس گل آه یه دونه که به آقا کریم دادم تو امارات اون یکی رو یادم نیست حالا بچه ها آمارش رو داشتم فکر میکنم که وقت خداحافظیست درسته خیلی ممنونم مرسی از شما برای خیلی. من تمام این سه شب قبلی که بودم خوش شد چرا من رفته بودم پایین اسمایی مطردی بود خوشایند بود هر کدوم شیرینی خودش رو داشت بخش کوتاه ببینیم بعد میام ول نمیکنه ما رو تا وقتی که بتونیم نفس داشته باشیم اینجا نگرد یه بخش کوتاه ببینیم برمیگردیم خواهی حدس بزنیم چرا زودتر نمیگیم پیشان خواهی میخواهی حدس بزنیم آه نه 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 خب ادامه میدم دوباره خیلی من کیف کردم با شما صحبت کردم ما خیلی کم با هم بازی کردیم شاید روبروی هم کم سعادتی من بوده و بسیار لذت بردم از اینکه مرور خاطرات کردیم شما بازیکن خوشگل و خوشتیپ و جذاب و کاپیتان با شخصیت تیم ملی کشور ما بودی همیشه قابل احترام همیشه در یاد ما خواهی موند برای مرسی. شما آرزو موفقیت در دوره مربیگری میکنم مطمئنم که با این هوش و شخصیتی که دارید حتما در اون حرفه هم موفق خواهی بود براتون دعا میکنیم و متشکریم که اومدید ممنونم از لطفتون اگه اجازه بدید کوتاه منم هم تشکر کنم از شما از گروه از عادل خان فردوسی پور و اینو از ته دلم میگم هم حالا خب با عادل خان که قبلا بودیم من فکر کنم اولین باره که روبروی شما میشینم و این واقعا باعث افتخاره برای من که شما هم توی فوتبال موفق بودید هم توی بازیگری و اختیار دارید ما اون موقع از شما یاد میگرفتیم الان داریم لذت میبریم از بازی از همه بچه‌هام تشکر میکنم و حالا چون دیگه شما به اجبار گفتید خدافظی کنم از فوتبال نشوخی میکنم این برنامه رو خوب داشتم ولی هنوز دو نه تصمیمی نداشتم که اعلام کنم خب مردم بزنن بیرون خوبه اونجوری بزننش رو کولشون بزنن نه نه ادامه راهه ولی حالا خب جا داره از همه تشکر کنم همه اونایی که تو این سالا زحمت کشیدن روزای خوب با هم بودن غمخوارم بودن خانواده همسرم پدر مادر برادر خواهر دوستای نزدیک همه ازشون تشکر کنم انشالله که یه روزی بشه یه فرصتی بشه که بتونم جبران کنم ما از شما ممنونیم برای تمام این خاطرات خوبی که برای ما درست کردین و آرزو موفقیت میکنیم خیلی ممنونم که ما رو دیدین امیدوارم که خسته نشده باشین به امید دیدار در بازی بعدی تیم ملی شبتون به امید دیدارتون در بازی بعدی تیم ملی شبتون بخیر خدا نگهدار اینقدر حرف میزنی تو این گوشی